خانم ها و آقایان درودی دیگر بر شما با ما همراه باشید با دو خبر تحلیلی و مهم آل هاشم جعبه سیاه سقوط هلیکوپتر رئیسی از ترس حیوانات وحشی سکته کرده سیری جدید بن سلمان حواله جمهوری اسلامی شد پیش از ادامه برنامه اگر از فعالیت رسانی ما رضایت دارید لطفاً با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاهتون در آخر این برنامه یاری رسانه تیم پرتلاش آوای ایران باشید. آل هاشم جعبه سیاه سقوط هلیکوپتر رئیسی از ترس حیوانات وحشی سکته کرده. بر اساس خبری که امروز از یک منبع امنیتی به دست ما رسیده، آل هاشم که تا سه ساعت بعد از سقوط زنده بود، بر اثر سکته قلبی ناشی از ترس کشته شده. این نیروی امنیتی افشا کرده جسد امام جمعه تبریز کاملا خارج از محدوده لاشه بالگرد بوده و او تلاش می کرده تا با پای پیاده به بالای کوه برود. در روزهای بعد از سانحه یک امدادگر با نام محسن حاشم نجات به تصنیم گفته بود زمانی که به محل رسیدیم دو پیکر از شهدا سوختگی زیادی داشتند. یک پیکر نیمه سوخته و یک پیکر ترما و شکستگی های زیاد و شدیدی داشت. کادر پروازی هم بیشترین آسیب ها را دیده بودند. این امدادگر تایید کرده است که جسد محمد علی آل هاشم بسیار دورتر از سایرین و روی زمین گلالود پیدا شد در حالی که به دلیل خونریزی کشته شده بود. همچنین روز حادثه ساعت 18 عصر به وقت تهران در میان سردرگمی رسانه ها و مسئولین مدیریت بحران و جستجو در میان سخنان و اخبار متناقض سردبیر سایت انتخاب در شبکه ایکس پیامی را نوشت که خیلی زود آن را حذف کرد مصطفی فقیهی در این پیام می نویسد به نظر می رسد که امام جمعه تبریز قبل از سقوط یا فرود سخت بالگرد خود را به پایین پرت کرده و زنده مانده است اما از سرنوشت مابقی افراد از جمله رئیسی و امیر عبداللهیان خبری در دست نیست ساعتی بعد حوالی غروب روز حادثه محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور هم در گفتگوی زنده با شبکه خبر گفت که با یکی از سرنشینان هلیکوپتر و هم یک کادر پرواز در چند نوبت ارتباط برقرار شده و این نشان می میزان سختی حادثه بالا نبود است. پیش از آن فرمانده سپاه آشورا نیز در گفتگوی با صدا و سیما گفته بود که حوالی ساعت پانزده و سی دقیقه تماسی با آقای آله هاشم گرفته شد که اعلام کردند که ما سانهه دیدیم کمک برسانید و مهدی سفری معاون وزیر خارجه و سرنشین یکی دیگر از هلیکوپترها نیز در گفتگوی زنده با صدا و سیما گفته بود که تماسی که داشتن دو بار با امام جمعه محترم ایشون گفته بود که من کمی حالم بده و صدای آمبولانس خارم می رو میشنوم در ویدیویی که تصنیم از جلسه مدیریت جستجو با حضور سلامی ی سپاه و اسماعیلی منتشر کرده است سلامی با اشاره به سخنان آل هاشم میگوید ممکنه در باز شده باشه افتاده باشه که گفته هیچ کس رو نمیبینم اسماعیلی هم قبل از اون میگوید ممکن است از هلیکوپتر پرت شده باشد. با در کنار هم قرار دادن مجموع این سخنان، دست کم می توان دریافت که منابع پیام منتشر شده از سوی سردبیر انتخاب موثق بوده و محتوای را می توان جدی گرفت. از جمله مهمترین بخش آن که میگوید امام جمعه تبریز قبل از سقوط یا فرود سخت بالگرد خود را به پایین پرت کرده و زنده است. از سخنان بقیه راویان هم میتوان دریافت که چند بار با امام جمعه تبریز ارتباط برقرار شده و او اطلاعات بیشتری را هم از حادثه ارائه داده است دست کم گفته است که صدای آمبولانس ها را میشنود ولی است اطلاعاتی که امام جمعه تبریز در این چند تماس ارائه کرده بیشتر از همین یکی دو جمله است و این اطلاعات میتوانست و هنوز هم میتواند بهترین سرنخ برای پیدا کردن هلیکوپتر و نحوه سقوط آن باشد سقوطی که اگر جمهوری اسلامی نتواند جزئیات آن را برای افکار عمومی روشن کند انگشت اتهام را از عوامل طبیعی به سوی خود برگردانده و در کنار اسرائیل میتواند متهم ردیف اول قتل ابراهیم رئیسی و همراهانش باشد تا آن زمان افکار عمومی در کنار سایر سوالات خواهد پرسید چرا به کمک ردگیری تماسهای امام جمعه تبریز محل او سریعتر شناسایی نشد آیا در صورت یافتن سریعتر محل حادثه جان امام جمعه تبریز نجات نمی آفد. نجات جان امام جمعه تبریز و آگاهی یافتن از نحوه سقوط چه چیزی یا چه کسانی را به خطر میانداخت؟ آیا به در همان چند تماس امام جمعه تبریز سخنی از علت سقوط و پریدن از هواپیما به میان نیاورده است در حالی که بریهی ترین و اولین سوال مخاطبانش می توانست همین باشد؟ یک تحلیلگر خارج از ایران درباره واکنش خامنه نیز میگوید به نظر من سخنرانی خامنهای در همان ساعت اولیه سقوط هلیکوپتر بیش از آنچه نشان از خونسردی و تمعنینه و یا حتی لاپوشانی داشته باشد نشان از نوعی حراس و بلا تکلیفی دارد او برای نجات جان و یا کشته شدن ابراهیم رئیسی کمتر از حد معمول اظهار امیدواری و یا نگرانی می کند. می شود گفت چیزی می داند و تصمیمی را ابلاغ می کند که شاید بقیه در آن تردید دارند. اشاره خامنه ای به اینکه کشور دوچار مشکلی نخواهد شد میتواند پیامی احتمالی و یا واکنشی ضعیف و حتی ناخداگاه به عامل احتمالی و از جمله اسرائیل باشد ناتمام گذاشته شدن تعطیلات جو بایدن پاسخ مختصر اسرائیل به شلیک صدها موشک و پهباد و ترورهای قبلی در قلب تهران گویا است که با وجود ابهامات فعلی اسرائیل هم میتواند در کنار متهمان ردیف اول این واقعه قرار گیرد تا با کمترین هزینه از جمهوری اسلامی و علی خامنه ای نه تنها انتقام که زهره چشم گرفته باشد. کاربری درباره وضعیت جستجوی بالگرد رئیس جمهور حکومت نوشته پنجاه تا آمبولانس برده بودن. کلی ماشین اتوبوس ول داده بودن تو جاده. به همه بیمارستان استان آماده باش داده بودن. هر کی به هر کی، خر تو خر، بی کلاس، یه فرمانده چاغ و پیر که بلد نیستند یک کامپیوتر رو شاددان بکنند. تراز حکومت آخوندهای لافزن آقه پنجاه تا آمبولانس برای نه نفر احمقها حاصل ضرب عقل آخوندهای شش در سپاهیان چاق پیر بی سواد میشه همین عملیات پیدا کردن رئیسی و یارانش در آذربایجان. طرف میگه راسته اینی که دنبالشیم هلیکوپتره یا هواپیما سیلی جدید بن سلمان حواله جمهوری اسلامی شد شب گذشته دولت عربستان سعودی با دستور مستقیم ولیعهد بن سلمان شش نفر از اعضای گروه رسانه‌ای بعثه جمهوری اسلامی در مدینه را از عربستان اخراج کرد این گروه رسانه‌ای شامل شش خبرنگار و مستندساز سهشنبه هفته پیش در حال ضبط قرائت قرآن در مسجد النبی دستگیر و پس از چند ساعت بازجویی به بازداشتگاه پلیس مرکزی مدینه منتقل شدند در گزارشی تصویری که صدا و سیمای جمهوری اسلامی از این خبر پخش کرد، پیمان جبلی رئیس این سازمان نشان داده شد که در فرودگاه امام از افراد اخراج شده استقبال کرد. او در مصاحبه با تلویزیون حکومتی ایران گفت که ما هم از دلایل بازداشت و بازگرداندن آنها به ایران بی اطلاع هستیم و افسود که این موضوع از راه قانونی پیگیری خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض کنم ما افتخار داریم که الان از فرودگاه بین المللی امام بخش تشریفات با شما ارتباط برقرار میکنیم و صحبت میکنم اینجا در محضر جناب آقای دکتر جبلی ریاست محترم سازمان صدا و سیما و شش نفر از همکاران ارجمند رسانه ملی که در حین انجام وظائف و معموریت سازمانی خودشون در مناسک حج متاسفانه با اختلالی که در کارشان ایجاد شد در واقع مانع از کار اونها شدند اونها رو متاسفانه بازداشت کردند و در واقع به کشور و وطن برگردوندن الان بنده در حضور جناب آقای دکتر جبلی هستم ایشون تشریف آوردن برای استقبال از این عزیزان میخوام دیدگاه ریاست محترم رسانی ملی رو درباره این ماجرا و اتفاق تخت بپرسم با ما همراه باشید جناب دکتر جبلی سلام عرض میکنم وقتتون بخیر لطفا بفرمایید راجع به علت حضور تشریف فرمایتون عرض کردم ارزیابیتون رو از این اتفاق تخت که افتاده برای مخاطبان ما بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه من بود که برای خیر مقدم و عرض خدا قوت به همکاران عزیزمون که توفیق زیارت قبر پیامبر گرامی اسلام و ائمه بقیع رو در روزهای اخیر داشتن و البته توفیق تکمیل مناسک حج ازشون سلب شد خدمتشون برسم خوش آمد بگم بهشون و خدا قوت بگم برال این همکاران عزیز ما در قالب گروه رسانهی بعثه جمهوری اسلام ایران اعظام شده بودن و در حال انجام وظیفه معمولی و عادی بودن که این اتفاق براشون افتاده و بازداشت شدن و به بازداشتگاه منتقل شدن در حال ضبط یک تلاوت قرآن کریم در مسجد النبی نبی بودن ما هم از علت بازداشت این عزیزان و بازگردوندن اونها به کشور بی اطلاع هستیم با آنکه این گروه یک هفته در بازداشت بود ولی رسانه های جمهوری اسلامی هیچ خبری در این زمینه منتشر نکرده بودند. بر اساس گزارش ها آنان شامگاه سهشنبه با پروازی غیر ایرانی به دوبه منتقل شدند و صبح چهارشنبه با یک پرواز ایرانی به تهران بازگشتند. خبرگزاری صدا و سیما نیز نوشت پلیس سعودی دو روز بعد از بازداشت این گروه رسانه ای یک خبرنگار شبکه العالم و یک خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بدون اینکه اقدامی انجام داده باشند هنگام پیاده شدن از خودرو برای حضور در مراسم دعای کمیل در هتل محل اقامت زائران ایرانی دستگیر و به بازداشتگاه منتقل کرد صدا و سیما درباره سرنوشت آن دو خبرنگار توضیحی نداد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 17 همه فروردین خواستار سیاسی کردن حج امسال از سوی زائران ایرانی در عربستان شد و گفت که از نظر او حج امسال حج براعت است او در حال این درخواست را در دیدار با کارگزاران حج بیان کرد که برگزاری تجمعهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران در عربستان در جریان مراسم حج موسوم به براعت از مشرکین طی دهه گذشته همواره موجب تنش بین تهران و ریاض شده است عربستان بارها نسبت به تظاهرات و شعارهای سیاسی در مراسم حج هشدار داده است اما اصرار حکومت ایران بر تجمعات و شعارهای سیاسی در حاشیه مراسم حج پیش از این به اختلافاتی میان تهران و ریاض انجام است. یاران و همراهان عزیز و ارجمند به پایان این بسته خبری از کانال آوای ایران رسیدیم. به یاد داشته باشید که لایک ها و کامنت های شما همچنان در این مسیر سخت تنها یاریگر ماست. کنار ما بمانید پاینده ایران.